امسال این آخوندا واقعا امریکا زیر و رو کردن، مردم همه رو به خاک سیاه نشوندن. امروز روزم باز از رو نمیرن، سرشون روزم باید اقلا برن بیرون. البته مردم میدونیم که مردم امکان نداره اینها رو فکر کنن، حتی اگه شده خانواده های اینا رو حتما یاسی میخواهند زن. من این مطمئنم، برای اینکه به قول قدیم رو میکنم که در پشت را که موبت داشتی، ولی هر چی زودتر اینا برن یا اقل کشتار کمتری خواهد شده. آخه مسئله برای این که خانم تهران اینو باید در نظر بگیرید، جایی برای رفتن ندارن، از سامره و کربلا گرفته تا بغداد و شام و به هر حال دمشق، همه که اینها فکر کردن میلیاردها دلار از سرمایه ملی جوانان ایران میزنن و میان به گنبد طلایی میسازن، آخر کار همون کشورها چه لبنان چه سوریه چه عراق، اینها اصلا خواهان ایرانیان نیستن از نظر جمهوری اسلامی، که میگن اصلا جمهوری اسلامی باید برود، به خاطر که با خودش فساد آورده، نه فقط در خود میهن ما ایران، بلکه در یکایی که کشورهایی که وارد شده با خودش اون فسادی رو که در حال حاضر مردم رو به، یعنی فسادی که حتی FATF رو حتی حاضر نیستن امضا بکنن، پالرمو رو حاضر نیستن امضا بکنن، نکنه که دست و بالشون بسته بشه. تحریم های اقتصادی که در حال حاضر بیشتر و بیشتر شده، به حد اکثری رسیده و بعد از معاملهی که معامله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای که ما داشتیم در 2000 جولای 2015 که بیش از 150 میلیارد دلار رو کم و بیش نقدن حسین اوباما در اختیار نظام جمهوری ضد مردمی ایران قرار داد، در حال حاضر ما می‌بینیم که اینا نفس راحتی داشتن می‌کشیدن، تا اینکه نتانیاهو و سیاستی که در پیش گرفت بر این بود که بر ضد این برنامه سیاسی و سیاست اوباما و همینطور برنامه‌ای که در خفا داشت انجام میشد به گونه عمل بکنن که پایدار بیستن و استوار بیستن، تا اندازه‌ای که نتانیاهو با موساد برنامه‌ریزی این رو کردن که بیان اسناد محرمانه هسته‌ای رو از شوراباد و از قلب تهران بیان در عرض 6.5 ساعت، 6:29 دقیقه بیان و از طریق گرجستان، از طریق دریایی، هوایی بتونن به اسرائیل برسونن. و یه چیز شگفتی بود وقتی که موساد این رو اومد ارائه داد، وقتی که آشکار شده این مسائل، وقتی که یکایک که به حال از FBI گرفته تا CIA، از گروه های امنیتی که در اروپا بودن و اومدن چک کردن آنچه که اسناد محرمانه نیمتونی رو که میشه فکرشو بکنید چقدر به چه گونه این با زیرکی انجام شد و به اسرائیل آورده شد، وقتی که اینا نگاه میکنن همون لحظه بود که ترامپ گفت I'm out of Iran deal، یعنی که من از برنامه برجام بیرون میایم. یعنی که این رو ما باید در نظر داشته باشیم که آنچه که حتی سعی بر این داشته باشن که آشکارا عمل نکنن، در خفا عمل بکنن، آخر کار کوس رسواییشون جهان رو در بر میگیره.